تصاویری از فوتبال بازی کردن دکتر مسعود پزشکیان و صحبت‌های جدید و جنجالی و مهم اعضای دولت 13 قبل از اینکه برسیم به صحبت‌ها و فیلم‌هایی که از مسعود پزشکیان تحت عنوان فوتبال بازی کردنش در تیم پیشکسوتان هست، می‌خوایم بررسی کنیم با هم دیگه صحبت‌های بهادری جهرومی سخنگوی دولت 13 و صحبت‌هایی که نسبت به رئیس جمهور منتخب یعنی مسعود پزشکیان انجام داد. سخنگوی دولت 13 در واکنش به انتشار شایعاتی درباره استعفای کابینه و خالی کردن صدها گفت که پس از ادعای استعفای کابینه مدعی خالی کردن صدها شدند که پاسخ داده شد. آنگاه بدهی‌های 10 گذشته و شهرداری‌ها را به نام دیگری جا زدند. لطفاً آرامش فکری منتخب مردم را با فضاسازی‌های خلاف واقع به هم نزنید. حیف است به جای آماده خدمت شدن اینقدر زود با سهم‌خواهی دولت جدید را درگیر حاشیه کنید. در یک سری از صحبت‌های دیگه که مطرح شده بود به نظر می‌رسید که رئیس جمهور منتخب در گفتگو با پاشینیان رئیس جمهور ارمنستان صحبت‌های مهمی را انجام داد و گفته که مخالف هر گونه تغییر مرز بین دو کشور هست. به نظر می‌رسد که سیاست‌های اصولی ایران در قبال ارمنستان خدشه‌ناپذیر است و رئیس جمهور منتخب در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ارمنستان گفت که ارمنستان در میان همسایگان ایران جایگاه مهمی دارد. روابط با این کشور در منظومه سیاست‌های خارجی ایران هست و بسیار اهمیت دارد. سیاست اصولی ایران در قبال ارمنستان خدشه‌ای بهش وارد نخواهد شد و ایران به تمامیت ارضی همه کشورها احترام میذاره. مخالف هر گونه تغییر در مرزهای بین المللی هستیم. از گفتگوهای صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان حمایت کرده و آماده هر گونه مساعدتی در این زمینه هستیم. صحبت‌هایی که از چند روز پیش بین رئیس جمهورهای مختلف سران کشورها با مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب انجام شده بود و به نظر بسیار مهم و حیاتی می اومد و خیلی ها منتظر این هستن که ببینن مراسم تحلیف مسعود پزشکیان کی هست و به نظر می رسه که نجفی نماینده رئیس جمهور منتخب در کمیته بین الملل ستاد برگزاری مراسم تحلیف گفته که دعوت از مقامات کشورهای مختلف جهت حضور در مراسم تحلیف در حال انجامه. مقاماتی از سطوح مختلف اهم از سران کشورها در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید شرکت خواهند کرد. تمام تلاش این است که در این برنامه بهترین ها برای برگزاری اعمال شود. اما در ادامه میخوایم با همدیگه بپردازیم به فیلمی که از مسعود پزشکیان تحت عنوان فوتبال بازی کردنش منتشر شده که حتما دیدید که توی اینستاگرام و تلگرام بسیار وایرال و دست به دست میشه و به نوع خودش حسابی جالب توجه هست. فوتبال بازی کردن و صحبت‌های مسعود پزشکیان توی اون تیمی که حالا در ادامه با هم دیگه خواهیم دید. بهتر با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم، برگردیم بررسی کنیم بقیه ماجراها و اتفاقات این چند وقت گذشته رو. نفر به نفر بگیم کی هستی؟ هر کی من آقا اونم آقا پس کی جلو باشه؟ من عقبی تو داری موندی برن جلو شما با تیمو جلتر آقا نشید یه نفر جمع نه دیگه شما با جلو من برم جلو شما با جلو جلو ما الان دو نفر جلو کم داریم همش عقب هی میان دو بیا بیا احمد آقا نفر به نفر کنیم نه خب نفر به نفر منطقه باشیم منطقه نمیشون من خب حرکت ما میریم رو پاک پشت ما به شما فاصله زیاده بازگون رو صاحب تو بشه اونا با هم کار کرد باشه ما کار کنم قشنگ یه زبان کار میکنم ویدیوی جالبی بود از مسعود پزشکیان که حدود 8 پیش در مسابقات فوتبال پیشکسوتان برگزار شده بود و دیدیم که مسعود پزشکیان همراه با یک سری از افراد در زمین چمن حضور پیدا کرده بودند. تصویر که تصویر بسیار عادی و به نظر ورزشی میاد، اما خب برای یک سری خیلی جالب توجه و خیلی مهم بود که رئیس جمهور منتخب ایران در حال فوتبال بازی کردن هست، چیزی که ما توی سالیان گذشته کمتر دیدیم و آخرین تصویری که از فوتبال بازی کردن یک رئیس جمهور دیدیم برمیگرده به دوره محمود احمدی نژاد که در تیم ملی حضور پیدا کرده بود و چندین پنالتی زد و ما بعد از اون دیگه رئیس جمهوری نداشتیم که همچین تصاویری ازش بیرون بیاد و یک جورایی تیم ورزشی داشته باشه. برای همین برای یک سری از افراد تازه و جالب توجه بود و بررسیشون کنیم. اما در جدیدترین تصاویر و متنی که از
کابینه دکتر مسعود پزشکیان منتشر شده، باز هم چهره های آشنایی مثل محمد جواد ظریف، اسحاق جهانگیری، عباس عراقچی و علی اکبر صالحی دیده میشه. همونجور که توی تصویر میبینید، یکی از لیست ها و برگه هایی که منتشر شده بود تکذیب رسمی شد. حتی خود آذری جهرمی، وزیر ارتباطات سابق و دولت حسن روحانی، اعلام کرد که هیچ گونه اسامی و لیستی منتشر نشده و تماما فیک هستن و لطفا به این اسامی دقت نکنید. اما خب بالاخره داره مطرح میشه و از دیشب تا به الان این تصویری که دارید روی صفحه میبینید حسابی ترند شده و خیلی ها نزدیکترین کابینه رو به کابینه واقعی که قراره در آینده منتشر بشه و اعلام بشه میدونن، که مشخصا دوباره در معاون اول اسامی ناماشنایی مثل محمد جواد ظریف رو ما اینجا میبینیم و اسحاق جهانگیری، در امور خارجه عباس عراقچی و علی اکبر صالحی، نام هایی که توی تمام اسامی و لیست های کتاب الان منتشر شدن یکی هستن. خیلی از لیست ها و اسامی کتاب الان منتشر شده بود، نام هایی درش تغییر ایجاد می شد و یک سری اسامی تغییر داشتن، اما چهره هایی که توی تمام این لیست های کتاب الان منتشر شدن ثابت موندن مثل خود آذری جهرمی بوده که همه فکر می کنن که وزیر ارتباطات آینده به احتمال قوی محمد جواد آذری جهرمی باشه و طبیعتاً گفته شده که حتی اسامی مثل عباس عراقچی، علی اکبر صالحی، مصطفی پور محمد و اسحاق جهانگیری، بیژن زنگنه و اسامی که توی این صفحه دارید می‌بینید کسانی هستند که به نظر نزدیکترین افرادی هستند که ممکنه سمت بگیرند در کابینه آینده دکتر مسعود پزشکیان. توی لیستی که از دیشب تا به الان منتشر شده داره توی فضای مجازی دست به دست میشه، باز هم میگیم و تکرار میکنیم که این لیست رسمی نیست و صرفا دوباره لیستی است که در رسانه ها و فضای مجازی داره وایرال و دست به دست میشه، ولی خب تا به الان نه تکذیبیه ای اومده و نه مخالفتی با این لیست انجام شده. باز هم چهره معصومه ابتکار، محمد باقر نوبخت و حتی کامبیز مهدیزاده رو ما داریم میبینیم توی این لیستی که جلومون هست و داریم به شما نمایش میدیم. و خب گفتیم هم که یک سری اسامی واقعا مشترک هستن توی تمام لیست هایی که منتشر شدن و شاید واقعی هم باشه، اما تا روزی که رسما خود دکتر مسعود پزشکیان بعد از مراسم تحلیفش اعلام نکنه و به صورت رسمی منتشر نکنه، ما نمیتونیم بگیم که کدوم ها واقعا قراره در کابینه آینده دولت پزشکیان حضور داشته باشن. وزرای راه و شهرسازی علی اصغر خانی قرار گرفته توی این لیست و وزیر ارشاد و سید رضا صالحی امیری قرار دادن و محمد رضا عارف توی برنامه بودجه اسمش به چشم میخوره، ناماشنا هستن یک سری از کسانی که اینجا هستن و بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت ازش یاد میشه و همچنین میثم سعیدی. توی لیستی که داریم جلومون میبینیم به نظر میرسه که دو تا گزینه گذاشتن جلویمون و مثلا واسه وزارت کشور مصطفی پور محمد و علی افشانی رو قرار دادن. توی اسامی که ما توی ویدیوی گذشته بررسیش کردیم، مصطفی پور محمد به عنوان وزیر دادگستری قرار داده بودن.